جنگ سرد چطوری شروع شد و چی شد تموم شد جنگ سرد رو بهش میگن سرد چون توش دو طرف اصلی درگیر یعنی ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مستقیم با هم نجنگیدن در واقع جنگ سرد یک اسمیه برای یک دوران چهل و چند ساله ای که از دو سال بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد از 1947 و تا 1991 و فروپاشی شوروی ادامه داشت و توش سطح تنش بالا بود بین دو ابرقدرت دنیا که از نظر ایدئولوژیک با هم دیگه خیلی فرق داشتند. خیلی خیلی با هم مخالف بودن در رقابت نظامی هم بودن در رقابت سیاسی هم بودن جنگ هم در واقع با هم کردند اما نه جنگ مستقیم گسترده یه سوال ممکنه این باشه که چی شد شوروی و آمریکا اصلا با هم دشمن شدن اینا که با هم خوب بودن جنگ جهانی دوم که اینا با هم خوب بودن جواب اینه که اینا با هم خوب نبودن یک دشمن مشترکی به نام هیتلر و آلمان نازی باعث شد اینا مدتی با هم متحد بشن اما همچی که شر اون کم شد اینا هم شروع با هم دی دیگه سرشاخ شدن چون در واقع از وقتی شوروی شد شوروی یعنی از زمان انقلاب بلشویکی آمریکا و شوروی با هم اختلاف داشتن اختلاف بزرگی هم داشتن میترسیدن آمریکایی‌ها که همچین انقلابی با تاثیر از اون انقلاب بخواد در آمریکا هم اتفاق بیفته یعنی این اختلاف بود بزرگم بود ولی خاموش موند تا وقتی که جنگ جهانی دوم داشت دیگه به آخرش نزدیک میشد اون موقع این کشورهایی که با هم متحد بودن کم کم شروع کردن فکر کردن به فردای بعد از پیروزی که ما وقتی حالا آلمان نازی رو شکست دادیم هیتلر رو وساطش رو جمع کردیم حالا اون موقع تکلیف دنیا چی میشه تکلیف نقشه اروپا چی میشه اینجا هر کی هم دیگه نظر خودشو داشت دیگه هر کسی گرفتاری خودشو داره چرچیل میدید که جنگ تموم بشه خزانه بریتانیا خالیه و محتاجن اینا به کمک آمریکا در حالی که رقیب دشمن شوروی از همیشه قوی تر خواهد بود وقتی که جنگ تموم بشه مخصوصا چرچیل از اینکه شوروی بیاد در دریای ترانه نیروی دریایی مستقر کنه خیلی نگران بود و می ترسید یونان، ایتالیا، یوگسلاوی هر کدوم اینا می دست استالین کابوس چرچیل بود کلا ولی چرچیل دنبال اینه که یه چیزایی واسه بریتانیا بگیره و البته دنبال اینه که یک منطقه حائلی درست بشه بین شوروی و اروپای غربی. روزولت دنبال چیه؟ آمریکا دنبال چیه؟ روزولت دنبال اینه که آمریکا رو بشونه در رأس اقتصاد دنیا. خیلی خیلی خلاصه هدفش برای بعد از جنگ جهانی دوم یه همچین چیزی. استالین هم اون موقع عملا شرق اروپا دستشه، ارتش شورویه که آزاد کرده اروپای شرقی رو و میخواد کنترل امورات داخلی رو توی این کشورها حفظ کنه بر خودش و البته دنبال رشد اقتصادی برای شوروی هم هست خیلی خلاصه گفتیم دیگه خیلی ساده سازی شده و اینا ولی یه همچین رؤوس برنامه های اینا دارن مدت ها این سه قدرت مذاکره کردن چرچیل پاشد رفت مسکو با استالین مذاکره کرد روزولت رفت با استالین دیدار کرد ستای همدیگر رو دیدن در یالتا دیدن در تهران دیدن در کنفرانس معروف تهران دیدن اونی که چرچیل و استالین توافق کرده بودن و روزولت نمیپسندید اونی که روزولت با استالین بسته بود و چرچیل دوست نداشت یه بارش جالبه چرچیل که رفته بود استالین رو دیده بود توافقی با همدیگه کردن اونو روی یه کاغذ یادداشت کاغذ پاره یه، مچاله یه. نوشته بودن اینو بعدن چرچیل این سند رو و توی کتاب خاطراتش منتشر کرد روی کاغذ اسم 4 5 کشور رو نوشتن که کی به کی میرسه قشنگ تقسیم میکنن با هم دیگه بلغارستان 80 درصدش برسه به شوروی 20 درصدش مثلا برسه به غرب یونان 10 درصدش برسه به شوروی 90 درصدش برسه به غرب یوگوسلاوی مثلا 50 50 بشه اینطوری نشستن تقسیم کردن دنیا رو بین خودشون یا مثلا یه بار توافق کردن چرچیل و روزولت که آلمان رو کلا بکنیم کشور کشاورزی صنایع نظامی و اینا رو همه رو جمع کنیم از آلمان که دیگه نتونن جنگ را بندازن یه برنامه که البته اجراش نکردن بعدن گفتن اگه اجرا کنیم 25 میلیون نفر آلمانی میمیرن از گرسنگی اما خلاصه فازشون این بود که بشینن دور هم سیگار بکشن چونه بزنن که مثلا دنیا رو چطوری بین خودمون تقسیم کنیم یک سوال جالب اینجا میتونه پیش بیاد اینکه چرا اصلا دارن اینقدر درصد میدن به چی شد که اصلا شرق اروپا افتاد دست شوروی که اینا اینطوری مجبور بشن مذاکره کنن جواب اینه که بنیان بلوک شرق رو همون موقع استالین گذاشت در واقع همون اول جنگ اول جنگ جهانی دوم دو یک پیمانی بست استالین با هیتلر یک مفادی از این پیمان اصلا تا سالها سری بود کسی ازش خبر نداشت که بیا ما به هم حمله نکنیم لهستان رو بین خودمون تقسیم میکنیم قبل از اینه که آلمان بر لهستان رو اشغال کنه ها. یک مرزی بکشیم وسط لهستان مرز شوروی و آلمان میشه اینجا همین کار رو هم کردن شوروی اومد اون تیکه لهستان رو گرفت بعد شوروی رفت لتونی رو گرفت و استونی رو گرفت و لیتوانی رو گرفت و شرق فنلاند رو گرفت و یه بخشی از رومانی رو گرفت و اینا رو اضافه کرد به خاک خودش الان که من دارم صحبت میکنم مارس 2022 چند هفته است که روسیه حمله کرده به اوکراین در تحلیل این حمله پوتین بعضیا میگن که لینکش تو این توضیحات میذاریم این بیش از هر واقعه تاریخی دیگه یادآور اون حمله های استالین به اروپای شرقی قبل از شروع جنگ جهانی دوم اولای جنگ که رفت و این کشورها رو گرفت و اونجا جای پاش رو محکم کرد نکته حاشیه‌ای بود برای کسایی که تحولات روسی اوکراین رو دنبال میکنن فکر میکنم جالب باشه و حالا برای اینکه یه خورده ای پیچیده ترم بشه ماجرا به این توجه داشته باشین که یه بخشایی از لهستان که اون موقع به شوروی اضافه شد الان تو خاک کیه تو خاک همین اوکراینه و تو خاک بلاروس بعدا ولی میدونیم که هیتلر این توافق رو نقض کرد حمله کرد به شوروی و استالین وارد جنگ جهانی دوم شد و بعدا هم در نهایت شرق اروپا رو شوروی از دست هیتلر آزاد کرد و همچی که آزاد کرد ژاپا خودش اونجا سفت کرد کجا در آلبانی در بلغارستان در چکوسلواکی در لهستان در رومانی در مجارستان در آلمان شرقی و اینطوری شد که اروپا و بعد در ادامه دنیا تقسیم شد به قول چرچیل پرده آهنینی وسط اروپا کشیده شد جنگ سرد اینطوری شروع شد وقتی این پرده کشیده شد و این دو قدرت با هم عملا سرشاخ شدند هر کی در حوزه خودش اول منتها در طول این دوران جنگ سرد تنش خیلی بالا گرفت از خرابکاری و جنگ‌های روانی گسترده و عملیات جاسوسی و رقابت فضایی و برنامه های نظامی و جنگ های واسطه ای و اینا تا دلتون بخواد این دو عبر قدرت کردن و چه بلاهایی هم که سر دنیا نیاوردن تو همین دوره کم کشوری فکر میکنم هست در دنیا که یه ترکشی از جنگ سرد بهش نخورده باشه ایران هم میدونیم یکی از اولین نقطه های بروز جنگ سرد بود قوای شوروی بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد نمیرفتن از ایران بیرون از آذربایجان بیرون نمیرفتن میگفتن امتیاز نفت شمال رو باید به ما بدین که بریم بیرون ماجرایی که منجر شد به قاله آذربایجان و البته نهایتا اخراج روزها از اونجا یا 28 مرداد و سقوط دولت و مصدق رو در بستر جنگ سرد بهتر میشه فهمید یا اشغال افغانستان به دست شوروی رو که شروع یه فصل طولانی مدتی از بلاهایی که سر افغانستان اومد یا کلی ماجراهای دیگه در آسیا و اروپا و آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و بقیه دنیا جنگ سرد جنگ عقیده ها بود لیبرال دموکراسی بود در برابر سوسیالیست. این طرف آمریکا هر چی حکومت دست راستی تو دنیا پیدا میکرد حمایت میکرد کاری نداشت اینا چقدر فاسدن چقدر دیکتاتورن و از اون منم شوروی همه جا دنبال این بود که چپ ها رو برسونه به قدرت هر طور که شده جنگ سرد رو میگن فازهای مختلفی هم داشت فاز اولش میگن فاز مهار بود سیاست آمریکا در واقع سیاست غرب به رهبری آمریکا کانتینمنت بود میخواستن کانتین کنن مهار کنن در همون دوران ترومن هم شروع شد از ایران هم شروع شد این همون جایی که میگیم جنگ سرد از ایران شروع شد ایران میدونیم دیگه اشغال بود در جنگ جهانی دوم هرچند میخواست بیطرف بمونه ولی خب نشده بود و اشغال بود و انگلیس در طول جنگ از جنوب گرفته بود اومده بود شوروی هم از شمال گرفته بود از این راه در واقع غربیا به شوروی چیز میز میرسوندن قرارم بود جنگ که تموم شد اینا بعد 6 ماه از ایران برن بیرون ولی جنگ تموم شد مهلت شش ماه هم سر اومد و روسا نرفتن یه دولتی در آذربایجان درست کردن فرقه دموکرات یک جمهوری درست کرد در آذربایجان یه جمهوری کردی هم درست کردن در مهاباد داستانش مفصل جاش واقعا اینجا نیست اگه دوست داشتید یه لینک تو توضیحات میذارم اونجا جای خوبی که بشنوید خلاصه این ماجرا رو بسیار بسیار ماجرای مهم و جالبیه ولی بالاخره اینا اینجا موندن آمریکا و انگلیس هم نمیخواستن بذارن شوروی اینطوری بیاد نفوذش رو اینجا در ایران هم زیاد کنه مخالفت کردن و نهایت نهایتاً روس بیرون رفتن حالا یا با فشار ترومن بیرون رفتن با تهدید و فشار ترومن بیرون رفتن که رئیس جمهور آمریکا بود یا با تدبیر قوام سلطنه رفتن حالا یا هرچی داستان ما اینجا نیست داستان ما اینه که در این دوره مهار دوره دکترین ترومن غربی‌ها اومدن سازمان ناتو رو درست کردن می‌خواستن مهار کنن دیگه یک اتحاد نظامی درست کردن که بتونن جلوی شوروی رو بگیرن آمریکا انگلیس فرانسه و چند تا کشور دیگه البته آلمان توشون نیست آلمان خیلی زوده که بخواد در یه پیمان نظامی شریک اینا بشه ولی اینا اومدن و یک پیمانی درست کردن گفتن اگه کسی به یکی از ما حمله کنه انگار به دیگری حمله کرده همه باید دفاع کنیم از هم دیگه در برابر شوروی شوروی در مقابل اومد پیمان ورشو رو درست کرد با سری کشور اروپای شرقی پیمانی بستن در مقابل پیمان ناتو تو اون سالهای اول چند تا اتفاق خیلی مهم افتاد یکیش این بود که آلمان دو تیکه شد میدونیم شرق آلمان رفت در بلوک شرق غرب آلمان رفت به اردوگاه غرب در اون دوره در کره با هم جنگیدن دو طرف به واسطه در چین جنگیدن جنگ چین البته جنگ داخلی بود ولی خب هر کدوم طرف یکی بودن هر جای دنیا هر جای دنیا تقریبا که درگیری میشد یه طرف درگیری با شوروی میبست یه طرفش با آمریکا معنی دنیای دو قطبی یه معنیش هم همینه دیگه از آمریکای لاتین کوبا نیکاراگوه گواتمالا شیلی پاراگوه برزیل پرو آرژانتین السالوادور این ور تو آسیا چین کره شمالی کره جنوبی ویتنام کامبوج تایلند اندونزی زی، هند، پاکستان، افغانستان همه جا رد پای این درگیری هست. در طول این جنگ هم خب رهبرهای مختلفی هم اومدن در هر دو کشور سیستم عوض شد، دولت عوض شد. در شوروی بعد از استالین میدونیم خروشچف آمد خروشچف و یه دوره استالین زدایی داشتن. داستان سخنرانی خروشچف علیه استالین رو توی وبلاگ بی پلاس نوشتیم. داستان آموزنده و بسیار مهمی هم هست. از معروف‌ترین داستانای فکر می‌کنم دوران خروشچفه. یه مقداری هم درباره اون ماجرا توی اپیزود چین پادکست بی پلاس صحبت کردیم توی آمریکا هم تغییرات بزرگ داشتیم آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا شد به عنوان یکی از جنرال های فاتح جنگ جهانی از جنرال های فرمانده قوای متفقین شد رئیس جمهور آمریکا و جالب این که این آدمی که نظامی بود یکی از مهمترین سخنرانی هاش که یادگارش در سیاست آمریکا مونده به عنوان میراثش سخنرانی که وقتی داشت دولت رو تحویل میداد انجام داد علیه مجتمع نظامی صنعتی میلیتاری Industrial کامپلکس

پیشنهاد میکنم اگر علاقه دارید به این موضوع اون سخنرانی رو حتما ببینید و البته شاید در ذهن ما بزرگترین نقطه منفی کارنامه ایزنهاور نقش دولتش باشه در ساقط کردن دولت مصدق بگذریم برگردیم به جنگ سرد یک نقطه عطف مهم در دوران جنگ سرد ماجرای بحران موشکی کوبا بود سال 1962 بود دیگه هر دو عبر قدرت الان بمب اتم داشتن و آمریکا برداشت موشکاشو آورد مستقر کرد از جمله در ترکیه شوروی هم برد موشک گذاشت کجا بیخ گوش آمریکا در کوبا خیلی ماجرای پرتنش و بسیار مهمیه این هیچ وقت نه قبلش نه بعدش در طول جنگ سرد دنیا به اندازه اون روزها به آستانه جنگ اتمی نزدیک نشد اینو همون موقع هم گفتن اما 50 سال بعد سال 2002 معلوم شد توی یه کنفرانسی که فاصله دنیا با جنگ اتمی از اونی که فکر میکردیم هم کمتر بوده و احتمالاً احتمالا یک نفر یک نفر یا آقایی به نام واسیلی آرخیپوف اگر مخالفت نمی کرد با شلیک بمب از همچین چیزی جنگ اتمی شروع میشد در واقع این آدم الان میگن دنیا رو نجات داد چون ارتش شوروی که مستقر بود در کوبا اینا اجازه و کد لازم برای اینکه حمله بکنن رو داشتن سه تا فرمانده هم بودن اینا باید تصمیم میگرفتند که بزنن یا نزنن و دوتاشون موافق بودن و یکیشون مخالف بود و اگر این آقای واسیلی آخیپوف مخالفت نکرده بود واقعا ممکن بود دنیا کشیده بشه به جنگ اتمی البته میگم اینو واقعا اون موقع ما نفهمیدیم یعنی ما که نبودیم دنیا اون موقع نفهمید چیزی که ما فهمیدیم چیزی که ش... شد و صورت ماجرا بود مذاکرات پرتنش و تاریخی بود بین کندی رئیس جمهور آمریکا و خروشچوف رئیس اتحاد جماهیر شوروی و نهایتا آمریکا توش متحد شد که دست از خیال اشغال کوبا برداره شوروی هم موشکا رو جمع کنه و موشکای هم که تو ترکیه گذاشته بودن جمع بشه چند تا درس بزرگ داشت این بحران موشکی یک نتیجه مهم داشت در ادامه جنگ سرد همی که گفتن که یک مسیر مستقیم شفافی باید داشته باشیم برای گفتگو بین دو قدرت مسکو و واشنگتن هات اون موقع برقرار شد تو فیلم ها میبینیم یه تلفن قرمز نشون میدن رو میز رئیس جمهور امریکاست از اونورم مثلا تو کرملین هست این میتونه به اون زنگ بزنه حالا این شکلی نبوده در اصل اول فکس بوده بعدا هم تبدیل شده به جور ایمیلی ولی ایناش مهم نیست دیگه اینا صورت ماجراست اصل قضیه اینه که یک خط ارتباطی مستقیمی گفتن لازم بین دو قدرت برقرار باشه مستقیم و در سطح بالا این بعد از این ماجرای بحران که کوبا اتفاق افتاد بعد از این بحران موشکی جنگ سرد وارد فاز دوم شد که بهش میگن فاز دیتانت تنش زدایی فکر میکنم به فارسی میشه کاهش تنش دورانی که توش نیکسون و کیسینجر نیکسون رئیس جمهور کیسینجر وزیر خارجه سعی کردن تنش رو با شوروی کم کنن برنامه های نظامی رو شروع کردن محدود کردن شوروی متحد شد که تو کشورهای اروپای شرقی مثلا انتخابات برگزار بشه چین رو از شوروی جدا کردن آمریکا شروع کرد با چین رابطه برقرار کردن و البته بعد از اینکه نیکسون افغانستان کله پا شد و بعدم که شوروی به افغانستان حمله کرد این دوران هم تموم شد دوران پر حرف و حدیثی هم هست به خاطر اینکه انگار هر کسی تعریف خودش رو داشت از این تنش زدایی هیچ کدومم راضی نبودن از کارهای اون یکی شاید واسه همینم هم بود بعد از چند سال برگشتن دوباره به همون دوران پرتنش روابط شرق و غرب در دهه 80 دوباره رابطه پرتنشی شد سال 82 1982 که ریگان رئیس جمهور شد یکی از شعارهای کمپینش همین بود که چه این دیتانت این خیابون یه طرفه است این تنش زدایی فقط ما هم امتیاز میدیم مثلا و اینطوری تنش بالا رفت در حالی که وضع شوروی خوب نبود وضع اقتصادی شوروی خراب بود و در این دوران گورباچف جوان اومد شد رهبر شوروی یه خورده توی اپیزود مقبره لنین ما تعریف کردیم که چه فازی داشت شوروی اون موقع چند تا پشت سر هم رهبرای پیر و خسته اومده بودن در شوروی خیلی خیلی چهره ضعیفی پیدا کرده بود رهبری بعد از اینا گورباچف اومد جوون و بعد با سیاست های اصلاحات اقتصادی و سیاسی گلاسنوست و پرسترویکا بعدم خروج از افغانستان بعدم کشور اروپای شرقی میخواستن از زیر کنترل شوروی بیان بیرون روش اتحاد جماهیر شوروی تا اون موقع این بود که در اینجور مواقع تانک بفرست سراغشون ولی گورباچف تانک کار نبود و تمایلی برای اینکه با این دولت های دست نشانده از این دولت های دست نشانده نظامی حمایت بکنه نداشت و کم کم یک موجی از انقلاب شروع شد در اروپای شرقی انقلابای عموما عموما آرام و و تقریبا همه این دولت کمونیستی اروپای شرقی یکی یکی بساتشون جمع شد بعدم که خب حزب کمونیست شوروی قدرت رو از دست داد و بعدم اصلا اتحاد جماهیر شوروی جم شد جمع شد بعد چی شد میدونیم هر کدوم شدن یک جمهوری هر کدوم شدن یک کشوری روسیه شد جانشین شوروی میراث شوروی رسید به روسیه بقیهشون هم همین اوکراین و قزاقستان و آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و ترکمنستان و تاجیکستان و کلیای دیگه اینا شدن جمهوری های تازه استقلال یافته به زبون اون موقع دوره جنگ سرد خیلی حرف هست همیشه منطقه به منطقه رفت مثلا تو آسیا بررسیش کرد جنگ کره ویتنام جاهای دیگه همیشه فعالیت های جاسوسی ضد اطلاعاتی این دو بلوک علیه همدیگر رو توش کنجکاوی های جالبی کرد و ردش رو در دنیای امروز گرفت و همین که میشه به زمینه های تاریخی و اتفاقات بعدش نگاه کرد که آیا مثلا واقعا جنگ سرد واقعا اونطوری که ما همه فکر می کردیم تموم شد آیا آمریکا شوروی رو شکست داد آیا اصلا جنگ سرد سرد بود اگه تموم شد چرا پیمان آتلانتیک شمالی که در واقع پیمان نظامی بود علیه شوروی نه تنها جمع نشد بعدش بلکه هی بزرگتر شد هم مرز حوش به سمت شرق رفت هم دامنه دخالتش مثلا کشید به اینکه در لیبی هم دخالت کنه که دیگه اصلا رابطه به روسیه و شوروی نداشت دیگه جنگ سرد مثل بسیار دیگه از اتفاقات مهم تاریخی اثرش در اون بازه خودش محدود نیست دنیای امروز رو اگه بخوایم بفهمیم باید دنیای دیروز رو همه کمی بشناسیم و این ویدیو اولین تلاش ما بود برای آشنا شدن با دورانی که بهش میگیم جنگ سرد ولی کارمون با این دوران مهم تاریخ معاصر اینجا تموم نمیشه